يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. این آیت معامله میگن آخری آیه یکی از آیات کلان است. این سوره آخری آیت یا آخری کلان ترین آیت سوره قرآن کدام است؟ اینه آیت مداینه میگن، آیت معامله میگن، این را معامله و معاملات پولی و مالی کسی میکنن با کسی. یا ایها الذین آمنوا کسایی که ایمان آوردن خبردار، اذا تداینتم وقتی که معامله میکنین بدینین به قرض الى اجل مسمن تا یک وقت مقرر فاکتوبو پسور نوشته بکنین ولیکتوب بینکم کاتمون بالعدل نوشته بکند در بین شما یک نویسنده بالعدلی بعدل و انصاف ولا یعب کاتبون ای یکتوب کما علمه الله ولا یعب انکار نکند کاتبون یک نوشته کنده نویسنده ای یکتوب این که نوشته بکند کما علمه الله قسمی که الله بردی تعلیم داده فلیکتوب باید نوشته بکند ولیملل الذی علی الحق و بیان بکند آن شخصی که به بالای ازی حق است یعنی مدیون قرضدار ولیتق الله ربه بترسد از الله که ربش است باید صحیح بیان کنه ولا یبخس منه شیئا کم نکند منه از امی حقی که آدم به بالایش داره شاید هیچ چیز را فإن كان الذي عليه الحق سفيهاً اگر باشد تم شخصی که به بالش حق است یعنی قرضدار سفیهاً بیعقل باشد کم عقل او ضعیفاً یا ضعیف باشد که بیان کرده نمیتانه او لا یستطیع ایومل یا توانایی نداره که بیان کند و خود امی شخص فلیملل ولیه باید بیان بکند ولی ازی سرپرست ازی نایبش بالعدل بانصاف و استشهدو شهیدین من رجالکم گواه بگیرین دو گواه از مردهایتان در این معامله دو تا شاهد هم بگیرین فإن لم یکونا رجلین اگر نبود دو مردی که شاهدی بده فرجل و امرأتان پس یک مرد و دو زن ممن از او کس شاهدای تردونه که شما خوشحال میشین راضی میشین من شهدای شاهدا ان تضل احداهما اگر فراموش کرد یکی از اینها فتذکر احداهما الاخرى خبر بدهد یکی از اینها دیگش را ولا یعب الشهداء اذا ما دعوا انکار نکند گواهان وقتی که دعوت داده میشن به گواهی بیا شاهدی بده نگو که ما شاهدی نمیتم ولا تسأموا و خسته نشوین ان تکتبو صغیرا و کبیرا اینکه نوشته بکنین این معامله را خرد باشد یا کلان خرد باشد کوچک نوشته کنین الى اجلی تا وقت مقررش ذلكم اقسط عند الله اینمی که برتان بیان شد بسیار با انصافتر از به نزد الله و اقوام برابر شهاده از برای گواهی و ادنا نزدیک است الله ترتابون که شک نکنین الا ان تکون تجاره مگر که تجارت باشد حاضرتن حاضر باشد تو دیرون بینکم که دست به دست کنین نیره در بینتان فلیس علیکم جناح نیز گناه به بالا شما الله تکتبوها این که اینه نوشته نکنین و اشهدو گواه بگیرین الا تبایعتم وقتی که معامله و تجارت میکنین ولا یضار رکاتبون ولا شهید ضرر رسانده نشود نویسنده را و نه گواه را
و این تفعلو اگر شما این کار کردین ضرر رساندین فانه فسوق بكم بدون شک گناه از شما و اتقوا الله از الله بترسین و يعلمكم الله الله بر شما تعلیم میدهد والله بكل شيء عليم الله بر هر چیز عالم است و ان كنتم على سفر اگر بودین در سفر ولم تجدوا كاتبا پیدا نکردین نویسنده معاملتان نوشته کند با چی کنین فرهان مقبوده پس لازم است با بالا شما گروی قبض میشد فاین امینه بعضکم بعضا اگر اعتماد کرد بعضتان با بالای بعض دیگر فلیودی الذی اؤتمن امانته ادا بکن آن شخصی که سرش اعتماد شده امانت زیرا ولیتق الله بترسد از الله ربه که ربش است ولا تکتم الشهاده پنهان نکنین گواهی را و من یکتمها هر کسی پنهان کرد شهادت را فانه آثم قلبه بدون شک گناهگار است قلب ازی والله بما تعملون علیم الله به اعمال که انجام میتین عالم است. هر دو آیت یک قسم یک موضوع را بیان میکنه. ترجمه تحت لفظی شمی بود این آیت مداینه میگن الله موضوع ربا را بیان کرد، سوده قباحتش را بیان کرد که این زیادتی که است یک گوشت خون و پوست مدیون است به کسی که پول داده شده الله حرام است، گفت سبب غضب الله میشه. باز قرض حسنه را بیان کرد که بسیار ثواب داره. قرض حسنه چقدر ثواب داشت؟ کسی با کسی قرض می بته شما نبودین، احادیث خوانده صحیح بخاری مسلم که رسول الله صلی میگه که کسی بر کسی قرض داد مثلا 50,000 یا 1,00,000 هر روز که تیر میشه به اندازه هم مثلش الله ثوابش هم میده، هر روزی که تیر میشه ثواب صدقه و اگر بعد از اینکه وقت پورا شد با دو چند ثواب دار. و ای تو مردم ها در سایه عرش الله می باشن. آله الله موضوع احکام خاصه دین، تجارت، گروی بسیار احکام در اینجا بیان در میگه، آید بسیار احکام بیان میکنه و راهی از اینکه انسان مال خود زیاد کند چه قسم به خاطر اصلاح فرد جامعه. دیگه اینکه انسان یک معامله میکند جنجال پیدا نشه در معاملش چی کار کنه؟ نوشته کنه، شاید بگیره، حالا خود یک رای دیگه هم شست شبان هم نوشته کو، هم شاید بگی، هم شستش بگی، خلاص هیچ جنجال نمیشه. کسی قرض میخواد باید همین کار شو. 10,000 روپا میخواد، ما 10,000 بتیم، 10,000 روپا برد بتیم، ما بگی نوشته کو، نوشته کو 60 تومان دو تا شاید. یک نفر میاد خانیم، ماماییم، کاکاییم، عروسیم هست، خود چی خدمت کنه؟ 30,000، 40,000، 50,000 قرض بده. خب صحیح میتون بیار قلم و کاغذ نوشته کو 60 تومان دو دانشای. اگه این کار رو بکنی نه حکم الله است، حتی واجبه. یادم چی میکنه؟ این تو قار میشه ماما و کاکا، او سر ما اعتماد نکردی، برو پیسه تا نمیگیرم میره دی. نه ای هست در اسلام. من از یک کسی این لگر پا قرض گرفتم، اون نوشته نمیکرد، اگر که پیش دو نفر داد برای من یک استاد بود. گفتم نه نوشته میکنیم. گفت نه نه من اعتماد دارم. نه حکم الله است که یا ایوالذین آمنو اذا تداینتم بدینین الاجل مسمن فکتبو. گفت خب حالا خیر ببینی. گفت من گفتم خفه نشی. گفتم نه من خوش میشم که نوشته شو. بازی گفت چرا من خسارت اعتماد دارم؟ گفتم نه اگه اینجا یک باریکیست. گفت چیست و باریکی؟ گفتم از همیشه که من رفتم پیسه را در خانه بردم، گفتم امیر بان برآمدم موتر مرا زد، نه مردم چی گپ میشه این حاله؟ اینجا خانم خبر نداره، این خانم با تقوا نیست. مثلا تو میری میگی ای لای روپا ما ای قرضدارم از اون میکی دادی کوده کجاست کی شنات شاید چی میگی؟ اینه من بردم، اگر ببخشی خوب، نه بخشی ای جنجا. او گفت چه قباری کی را فکر کردی؟ گفتم ما نشتیش کو 60 هم میمانیم دیگه، 60 خواه امضا میگی میکنیم اینا شاید. باز اومده گفتم در 4 ماه، در 6 ماه بتیم، در 4 ماه الحمدلله برش رسان. 6 ماه گفته بودم یه لگه بتیم، در 4 ماه برش داد. باز بسیار خوشحال شد، گفت در معامله گفت من باور نداشتم که یکم تو را که پیسه میتی حالا دیگه 4 ماه اگر میگه در 4 سال بعد تلا بگیری نی؟ یا در 1 سال بعد دیگه. اینی نوشته شود چند چیزا در دین میاد، یکی خواهمی قرض، دوم موتر خریدی از موتروان پیسه شد نیم شد دادی نیمش مان، امین نوشته شد موتر است، خانه از زمین است،
اینی نوشته، معاملات کلان باید نوشته شد. آه معاملات کوچک تو دیرون آبینکم میری مثلا یک سر برنج میگیری یا یک دانه خربوزه میگیری یک چارک سیب میگیری، این نوشته نمیشه که برای بگویم بیار شایداره بیار شهست و تبان من یک چارک از تو چی گرفتم سیب گرفتم، این نمیشه جنجال کلان کلان گپاره الله میگه نوشته کن، خصوصا که قرض باشه پیسر حال دادم بر دیقان میتیم نی؟ میگم در زمستان با ما چهار مغزار جمع کن، همین نوشته شما در این معامله قرض از میگه ندادی با منه یا گرفتم میگم پیسه تا بعدا میتیم او معامله نوشته شما معامله قرض کلش نوشته شما تجارت از پیسر حال میتیم مال این وقت بیار باید نوشته شما میگم تا پیسر وقت میتیم مال میه. اینی معاملات یا بای سلام امیر میگه بای سلام میگه پیسه را فل حال میتی پیسه دیگر را پسان میگیری یا مال میگیری پیسه را پسان میتی، اینی اینال در یک چیز دیگه هم هست خود در آیت مهر است، مثلا مهر فرض است داده شو مهر دختر بتیم مهر ندارم میگه پیسه و چند از مهر سه لک شد و سه لک چندش دادی دیگه خود چیز نداری میگه یک لک طلا و امیگه پا خب برو یک لک طلا و لباس ی دلگه دیگه چطور میشه میگه ایش معجل معجل فعلا معجل در آینده به همزه معجل در آینده اینی میره نوشته کن دیره ای دین شد دین که شد نوشتهش کن. یک جای رفتیم این برادرهای ما شما بود خواهد بسیار فامیده میگیرن خواهد هر گپ خونه میفهمن گفتن مره ای توی طور گفتم چه قصد گفت یک و نیم لگ گفتم بده بته گفت که والا کم داریم ما 50000 دیگه نداری دختر گفت خای دیگه چه پسام بود گفتم مینول خای بیار قلم و کاغذ گفت هیچ در دوران رسول الله صاحب نبود گفتم در دوران رسول الله صاحب می قسمی نبود چه قرآن میگه که معجل که بود معامله آینده بود باید نشته کنی فقط تو بو هو حیران ماندن میگه چی آیت ما فکر ما نشد مال شما هر چیز نمیفهمید اینجا باید نشته شو اگر که دهی اختلاف است که فرض است یا نیفتون فرض است فرض الله امر کرده که فقط تو بوه نشته کنی باز کاغذ آورد وقتش هم تاین که گفتم خب کی میتی یک سال بعد که نشتهش کنی ولی گفتم معلوم نیست گفتم برو دختره بگو چقدر گفت یک سال الا دو سال نشته کنم یک سال الا دو سال یک لگه دیگه را میپردازی این حال دیگه خدا آماده کن کار که دیگه زحمت بکن این مهر معجل نوشته میشه آه معجل بگی برش بطه خلاص اون نوشته نمیشه ملا هم کس اگه میگیم بیارین یک چیزی را و اکثر معجل هست و بعضی فکر میکنه که مهر معجل معجل دوتا حتمیست نیست حتمی اصل چیز که فلحال بطه اصل که مسلم همیست که نداری مجبورن با دو میره این میگه نه نیم والا ما از مولویا شنیدیم معجل معجل گفتن شما آمدیم میگه فی الحال بته اف ملا اف گپ میزنه ما ایران ماندیم که پشت کی بریم جاهل مردم هستیم نه ملا هم نمیفهمن خب یا خود چشمشان دارم پیسه نکاح و اسقاط هم یاست هیچ پرسان نکنن تحقیق که همین مهر چه قسمه هست نه مهر اصلش فی الحال هست اگر نبود باز در آینده اصلش خب فیل حال است که داده شد یک چیزی خب باید داده شد حتی یک چیزی باید داده شد ضرور است یه رسول الله سلام پیش از اینکه نکاح را بسته کنه در حدیث بخاری میاد گفت بده بیار چی داری او صحابی رفت آمد رفت آمد گفت یک آم انگشتری هم نیست گفت نه گفت از آهن هم نیست گفت نه مجبورا نکاح را برش تعیین کرد چرا تعلیم قرآن چند سوره را یادش بوده این در صورتی که نداشت چیزی نقد باید دارن الله در قرآن میگه که ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر با مال طلب کنید چیزی مال برش بدی حال ما رو نم طلا ما با جایی که برم نکاح چی کنیم چون که حال جنجال است همین طلا هم که بزن گرفته خسر میگه از من کل چیز از خود میگیره خب نه نوشته میکنم می نه طلا شخصا نزمی دختره لباسا شخصی از خودش است این پول شخصی از خودش است یک تا گفت چی نشته کردی گفتم می تو گفت بیخ ما را کشیدی گفتم نه نه می تو اسلام هم می توست که دیگه شما دعوا نکنیم خسر بدبخت خبر شدیم پنج لک مچم چی طلا گرفته بود به می چیز خود به حساب مهر سنویش یک وقت سنونی در خانش در آمده کل طلا را فروخته موتر خریده تو ظالم مردم هست اینا خب بی اجازه او غال مغال کنه بشی پیسه هست چی میکنه
ظلم است، ظلم است که مردین است، مرد که هست این کنی بتی و هر قدر که یکم تا چی میگه دلک نوشتش که دعا کو دلک کی داد کی گرفت نه دعا نمیکن نوشتم میکن دلک کو نوشتم میکن دیگه اینی را بسیار در نظر بگیرین. این آیت بسیار مهم آیت است، جنجال ها را از بین میبره در معاملات. یا ایها الذین آمنوا خبردار ای مؤمنین، ایمان شما ای تقاضا را میکنه، اذا تداینتم وقتی که معامله میکنین بدین مؤجل، با معامله معجل، این معامله قرض است، این معامله خرید است، تجارت است، فروش، هر چی که است، فاکتبوه، نوشته کنین ایرا. ایرا الله ارشاد میکنه به بنده های خود که معامله معجل باید حفظ شود، وثیقه محکم شود. چیش نوشته کنین؟ خود امی پیسه، وقتشه، کی پرداخته شود، کلشه. ولی اکتوب بینکم کاتبون بالعدلی، و نوشته بکند در بین شما کاتبون، یک نویسنده عادل، بالعدلی که عادل باشه، به با امن باشه، ظلم سر یک نفر نکند، غلط نوشته نکند. ولا یاب کاتبون ای اکتوب کما علمه الله، از این فهمیده میشه کمی نویسندگی خوب درجه داره. سابق که بود یک تا مرزا قلم میگفتن یک دانه بود، در بسته قریه دو تا دیگه کسی نمیفهمید، همون نوشته میکرد چی که میکرد. این حال در قریه دو تا مرزا قلم است که قلم یاد داره دیگه، نی اگه این خرابی هم کنه او خب بیسواد است، نه خودش نوشته میکنه و خودش ایجا الله میگه عدالت از الله بترسین و جای دیگه بیسواد است، خرابی نکنید در نوشته کرده. ولا یا به کاتبون انکار نکند یک نویسنده یکتبه، این که نوشته کند که ما علمه الله، قسمی که الله برای ازی تعلیم داده، قسمی که الله تعلیم داده انکار نکند. یعنی چی معنا؟ الله اینجا احسان میکند که ای مؤمنین الله برای شما کتابت یاد داد، که ما علمه الله، نویسندگی را الله یاد داد، پس این نعمت به مردم به خیر برسان، نوشته کنین. مثل که حال عریض نویسا پیسه میگیرن، خور خوال رای تجارتی جور کردن نه؟ کما علمه الله فلیکتب، قسمی که الله ایران علم داده گیست فلیکتب، باید نوشته کنه. ولیملل الذی علی الحق، ولیملل اینال نویسنده شروع میکنه بیان بکند، الذی علی الحق به کی بیان کنه؟ به میکاتب، کسی که به بالایش حق است، مدیون، قرضدار، این معاملگر که قرضدار است، این باید بیان کنه. چی رو بیان کنم؟ بگوی فلانی سر ما اینقدر حق داره، به اقرارم صادق هستم، در این وقت برش میتم، این وقت شد چیز کنم، نامومی نیست، اینی در این وقت برش میتم. ولی اتقی الله ربه، و بترسد از الله که ربش است، رب جهان است، رب عزی است. ولا یبخس منه شیئا، کم نکند ایچ چیزا، کسی که بیانم میکنه کم نکند، همین که بیان میکنه او که نوشته هم میکنه، هر دویش کاملا امی حق نوشته کنه. فا این کان الذی علی الحق سفیهن او ضعیفن، اگه بود امو مدیون قرضدار، علی الحق، علی الحق ام قرضدار است، معاملگر چی بود؟ سفیهن، ناقص العقل بود، عقلش کم است، مبذر اصراف کننده است، نمی فهمه، یعنی زیاد میگه، او ضعیفن، یا ضعیف است، طفل است، یا ضعیفی که شیخ است، شیخ بسیار سال خورده، بیان کرده نمیتونه، چی کند؟ این یکی سفیه است، کم عقل یا ضعیف، طفل است یا پیر است، با چی بکند؟ این دو صورت، سوم صورتش چیست؟ او لا یستطیعو ان یمل، یا توانایی نداره که بیان بکند، این توانایی بیان نداره، چه قسم؟ این توانایی ندارد بیان، یعنی گنگ است، یا در زبانش کلاله است، نه زبانش بند میشه، یا بیخی گنگ است، با چی بکند؟ یا زبان سینه، مثلا فارسی و پشتو زبان، یک پشتو زبان دید مشکلات داره که تو دیگه باید اینال فلیوم لیل ولیه، اینجا ولیش بیان کند، یا وکیلش بیان کند، یا قیمش بیان کند، بالعدل بعدالت، یک از عقلش کم است، یا پیر است، یا طفل است، یا بیان کده نمیتونه، زبان ها فرق میکنه، پس در این صورت یک نایب ترجمان، یک کس دیگه بیان کنه، صحیح بیان کنه. خب آل خو بیان شد، نوشته شد، غیر از یه نوشتن الله میگه وستشهدوا شهیدین، دو شاهد هم بگیرین، هم نوشته کردی هم شاهد،
من رجالکم از مردهایتان، یعنی طلب کنین به امرای کتابت شاهدارا از من رجالکم، چه معنا؟ مسلمان باشد که خوب محکم شوا. او وقت شخص نبود، نوشته بود شاهد. بمی نوشتن دو تا شاهد که ما می خط دیدیم، بله نوشته شد. آلی چیست؟ آلی نشست هم هست، نه؟ نه نشست، خب بخی خوبش. ای را که من دیگه خلاص. یک دو تا شاهد هم باش آلی هم. که بازی آدم نگوید که ای را شست مرا به زور گرفتن، نه؟ کدام دعوا نکن. دو تا شاهد باشه، بگه ما دیدیم، شست تمام دید. فَإِلَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، اگر نبود دو شاهده که مرد باشد، باز چی بکنه در این معامله؟ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، فَلْيَشْهَدْ شاهدی بده یک مرد دو زن. او هم که اعتماد میشه در دینداری و عدالت شاهده، من از او شاهده ترداونه من شهدا، که شما انتخاب میکنین، خوش دارین، راضی میشین عدالتش، دینداریش، هر کس نه، یک آدم نیک باشه و مکلفیت های شهادت هم برش بگوی که گسه با جنجال شد باید بیای شاهدی بیتی. این فرض است، این شاهدی و شاهد دادن یا ضرور است. چون دسته کنید در معاملات اینمی دین و خرید فروش تجارت دو زن یک مرد شهادتش قبول است، اما در قانون در جزا نمیشه، در جزا زنا شاهدیش قبول نیست. مثلا در زنا باشه، در قتل باشه، در قتل یک نفر مرد، چهار تا زن بیا نمیشه شاهدی بده. زنا که هستم نمیتونن، قتل دیدم نمیتونن، اکثر شمی طورست. همی توفانچه را کشی سر تا میکنه و این گرفت میگریزنه که گریخت گلم بست شد و این خواه موادم را دیده کی زد، یک نفر را دیدیم سر مرتا کردیم. میشه این توفانچه را تو کده باشه، یک توی دیگه زده باشه شوره. این میگه من امیر را دیدم، چشمش دیده نمیتونن. خب زن که هستم تو کوی عاطفش بالاست، به می خاطر است که قضا کردن نمیتونه. در اسلام زن قاضی شدن نمیتونه، مگر امورات خاصی که است و بخش فامیلی را، او را فقط مذهب حنفی جایز میدانه. دیگه میگه چیچ نمیتونه زن قضا، دیگه رئیس عمومی مسلمان ها خلیفه شدن نمیتونه، قماندان جنگ شدن نمیتونه. اما در دموکراسی هر کاره از زن هر کاره میتونه کده. در اسلام که هست بازمی طور هست، خب در اسلام خاص هست. خب ریاست جمهوری در دموکراسی، ریاست جمهوری در اسلام ریاست دولت یا امیر المومنین هست، این فرق میکنه، او بسیار مسئولیت داره. در اسلام این خوشی از یک امضا کردن هست، امضا را خارق میتونه، اون امجا یک امضا کرده برو خلاص دیگه کل کار امیالی رئیس جمهورا. یک جای دیدم نشته کرده بود که 115 مشاور داره، 115 غیر از اینکه چقدر معاون، چقدر یاب، چقدر وزیر داره، کل کار هم میکنن. این مقصد یک امضا میکنن و امضا کردن آسانه، ولی در اسلام بسیار مسئولیت ها هست. چرا یک مرد و دو زن؟ انت ضل احداهما، اینجا ضل یضل ضلن به معنی فراموشی است، اگر فراموش کرد یکی از این دو زن، فتذکر احداهما الاخرى، یاد میده دیگهش دیگهشه. اینی جمعی زنا که دو تا شاهد بایست که معامله شد، دو سال بعد که گفتی چطور بود، یک شاهدش میده دیگهش میگه های تو نبود، با این او را میگه او را آه دوشان میفهمه فامیده یادم آمد، تنها یکیش باشه یادش میره. زنا از این فامیده میشه فراموشی زیاده، اکثریت در زن فراموشی هست. به می خاطر رسول هم در حدیث ای هنه ناقصات العقل گفته، ناقصات دین گفته، ناقصات العقل گفته، و نمیبینی که شاهدی دو زن یک مرد برابر است. ناقصات دین و نه مریض میشه نمازش میمانه. این حدیث صحیح است. فراموشی در زن است، بیخی تجربه شده از مرد کده کاملا. این که اگه هم زن پیدا میکنن که این طوره گپ جداست، ولی فراموشی به صورت عموم در زنها است. به این اساس را گفته ناقص العقل. حال میگن توهین به زناست، نیست حال حقیقت. یا این نفر گفت که استاد توهین نکن، گفتم چرا؟ گفت زن مرد فرق نداره، گفتم داره فرق، نداره، یا کمی فرق داره، هیچ گفتم نداره، گفت نه، گفتم قار مار، گفتم خیلی تو از پدرت پیدا شدی از مادرت؟ یک دفعه گفت از مادرم،
ما تخم این فرق نداره خواهی، چرا پدر پیدا نمیشه؟ یکم تو بیخی هم دماغش هندس تبلیغات بیرونی زده زده یک دماغش خراب کرده، میگه که فرق هست نیتور نیست، میگه فرق از هر نگاه تا نگاه طبی این دکترها میگن 18 فرق فیزیکی داره، چی استخوانش، چی جمجمه سرش، چی امو اسکلت بدنش، تمام منش فرق نسبت به من. مرد قوی، زن ضعیف است، زن ضعیف است. یکم تو باز میگه زنای افریقایی را خیلی چی میگه، او باز امو تو مرد افریقایی داره. زن افریقایی، مرد افریقایی، باز او قویست مردش نسبت به او زنا. او زن افریقایی را در پالی اندونیزیایی استاد کنی، خب 4 تا مرد اندونیزیایی یک زن افریقایی میشه. گپش جداست. اگر فراموش کرد یکی از اینا دیگه خدا یادش میارد، پس این دوتا ولی ابا شوالده و ادامادو. یکم تا در این فلسفه میگه، من فلسفهشم میفهمم، من فلسفه نمیگم که زن چطور است، چنان است، ای طور است، ای طور است. بانم زنها خفه نشه، زنی که اسلام قبول کرده هیچ خفه نمیشه. در مدیریت خود چی میکنی که حتی هر مرد هم نمیتانه، هم اداره عمومی مسلمان ها این را خود هر مرد هم کده نمیتانه، یکان مرد هم میتانه. ولی به شهده و ادامادو انکار نکند شهیده، وقتی که دعوت میشوند، وقتی که دعوت میشه که بیا شاهدی بیتی، انکار نکنه، حرام است. شاهد شو دیگه، جای معاملات بیا شاهد شو، وقت ضرورت برو شاهدی بیتی. حق مردم رو بیان که بعضی میگه خفه میشه، خفه میشه میشه، دینه میشه زمین است که از جنجال کرده، برو حق بگو شاهدی بیتی، مردم رو ببینی ایران میمون. ولا تسأموا ان تكتبوا صغيرا او كبيرا الى اجله. ولا تسأموا، چیز خسته نشین، مانده نشین، خستگی و ماندگی براتان پیدا نشه. ان تکتبوه، این که نوشته بکنین، هو امی معامله را دینا، صغیرن کانه و کبیرن، بزرگ است یا کلان، خرد است کوچک است، نوشتش کن. تا حالی اگام تا میگم 10,000 نوشته کن، ما نوشته کن، این 5,000 وقتی که میخوای بگیری نوشته کن. بله، اگر نه که میگه هر وقت که داد خوب نداد بخشیدیمش، خب گپش جدا، میخوایی بگیری نوشته کنم برا. ذالکم مقصد و اندالله و اقوام للشهاده و ادنا الله ترتابو. ذالکم اینمی که بیان شد برای شما، یعنی امر کردیم نوشتن، عدالت کردن، شاید گرفتن، اینمی چی است؟ اقصد و اندالله، بسیار عادلتر است به نزد الله، بسیار انصاف تامین میکنه، عدالت پیش الله. و اقوام للشهاده، و برابر است در شهادت، شاهدی، تا که فراموش نکنید، دو زن و یک مرد. و اقرب و ادنا، نزدیکتر است، الله ترتابو، اینکه شک نکنید، نگه نوشته نباشه، شاهد نباشه، شک میکنید چی خواه بود، چطور بود، واقعا در قدر در این اوقاتش کی بود، در کدام روز بود. 2 سال که تیر شد یادت میره چند قرض دار بودیم؟ او میگه 10 بودی، او میگه 20 بودی، سر از این جنگ میشه، همون که نوشته شما اونو معلوم میشه. الله میگه خب سوال پیدا میشه در چی نوشته کنیم؟ الا ان تکون تجارتا، مگر اینکه تجارت باشد، همین معامله یا بیع است، هر چی که است دیگه. چه قسم؟ حاضرتا، حاضر باشد، تو دیرون بینکم، که شما اینه دست به دست میکنین و پیسر هم قبض میکنین، میتی میگیری، این که صحیح است. حالا و چیز هم کم است، اگه کلان از جنجال میشه، زمین است، او را که خریدی نوشته کن، موتر است نوشته کن، سبا روز جنجال نشه. چیزای خورد و کوچک، مثلا یک بوجی آرده است نوشته نمیشه، یک بوجی برنج است، این چیز است. فلیس علیکم جناح ان الله تکتبا، نیست گناه به بالا شما که نوشته نکنین. چیزای خورد گناه نیست، از این چی فهمیده میشد؟ فلیس علیکم جناح که ای الذین آمنو اذا تداینتم بدینین الی اجل مسمی فاکتبوا، واجب بوده نوشته کنین، اگر معاملات کوچک بود نوشته نکنین، گناه نیست. اگر که اکثر علما میگن مستحب است، ولی بعضی واجب میگن، در الفاظ که میبینی کلش وجوبه میرسه، یعنی فرض است نوشته کردن. و اشهد و اذا تبایتم، گواه بگیرین وقتی که شما معامله میکنین. یعنی چی معنی؟ اینجا باز الله میگه گواه بگیرین، بای فعلی باشد، نقد باشد، یعنی هر حالت
همین چیزای کلان کلان است نه؟ خوب است که شاهد باشه یا یک خط سند یک شست باشه، این بسیار خوبه. حالا مثلا دیگام دکان میرن بسیار سودا رو میخرن، بعد میگم میره نشتا کنی نشتا میکنه، اینه قدر چیز. ولا یدار کاتب ولا شهید، یا یخچال میخرن نشتا کنی نه. ولا یدار ضرر رسانده نشود نه به کاتب و نه به شهید. کاتب یعنی کی ضرر نرساند؟ صاحب حق. کاتب ضرر نرساند که بگه زیاد نشته که یا کم. گوار ضرر نرساند که وقت گواهی میته کسی ممانعت نکنه. لا یداره مجهول، اگه معلوم باشه ضرر نرساند کاتب و گواه. در گواهی که میه به کسی حق شا بیان که خلا، کاتب نویسنده باید حق نوشته کنه. و این تفعلو، اگر شما این کار انجام دادین آنچه که منع شدین ضرر رساندین، فإنه فسوق بكم، بدون شک شما فسق کردین، از حکم الله خارج شدین. واتقوا الله، از الله بترسین، مراقب اعمالتان باشین. و يعلمكم الله، الله بر شما علم میتا سکن. در اینجا مثالی علما میگن واتقوا الله و يعلمكم الله، تقوا کنین که الله برتان علم بده. تقوا سبب علم است. امام شافعی میگه ما حافظیم ضعیف بود، شکایت کردم به استادم، فوسانی به تقوا الله، به تقوا میگه مرا وصیت کن. تقوا، تقوا از گناه دور شه، حافظه قوی میشه. علم الله علم میده، واتقوا الله و یعلمکم الله، میخوای علم وصل کنی تقوا بکن، از گناه دور شو، فرایض انجام بده، از الله طلب بکن، رب زدنی علم، الله برات علم میده. والله بكل شيء عليم، الله به هر چیز عالم است. عالمی که هیچ چیز از الله پنهان نیست، باز اگر گناه کنین جزای تان میته. و این کنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضه، اگر بودین شما مسافر، آل صورت دیگر هم میگه، او خود صورت است که حاضر هست، در سفر بودی، نویسنده هم نیست، با چی میکنی؟ اینجا الله میگه به خاطر گرفتن حقت گروی بگی، گرو یک معامله میکنی باز گروی بگی. و این کنتم على سفر، اگر بودین شما مسافر و معامله کردین تا یک وقت مقرر در سفر، مثلا در سفر هستی یک چیز میفروشی معامله میکنی، موتر تا میفروشی یک چیز، ولم تجدو کاتبا، پیدا نکردین یک کسی نوشته بکنه، این حال چی شود؟ فرهانون، بدل نوشتن چی شود؟ گروی مقبوضتون که قبض بکنه صاحب حق. از صاحب حق یک چیز من گرفتم پیسه ندارم، این حال من یک چیز دارم باید به او گروی بتم، ساعتم از هر چی که هست گروی بتی با او، تا اینکه وثیقه دین شوه، وثیقه دین، وثیقه قرض از او، اینمی گروی شوه، گروی را بازو میگیره، مقبوض یعنی باید تسلیم شود، قبض شود و در دست از او باشد. این حال هر وقت که تو پیسه شاوردی بازم او چیز تا برد میتا گروی تا، ساعت هست، طلاع هست، هر چی که هست. فإن أمن بعضكم بعضا، اگر اعتماد کرد بعضتان به بالای دیگه، این داین به بالای مدیون، قرض دنده به بالای قرضدار، یا کسی که فروخته به بالای خریدار اعتماد کرد، باز اینجا گروی هم نگرفت، اعتماد ای که امین است، یکم تا میگه برو گروی هم نمیگیریم، برو سرت اعتماد دارم پیسه رو بیاری. ایجا الله میگه فلیؤدی الذی اؤتمن امانته، ادا بکند آن شخصی که اعتماد شده امانت معدمه، یک کسی برد داد دین اینا و اون نشتم نکرد، دین هم نگرفت، سرت اعتماد کرد، باید ایرا باید پورا بکنی و امو دین برش بته. ولی یتق الله ربه، بترست از الله که ربش هست، نشه که خیانت کنه. بسیاری ها رو نشته نمیکنی، میگه سر پیسه دارم، میگه نداری، مثلا میگه قرض میگیرم، گروی هم نمیگیرم، شاهدی هم نمیگیرم، خیرت میگه جواز داده، اعتماد کردم، اعتماد کردم، و آدم دیگر روز شش ماه بعد میگم پیسه رو بده، میگه کدام پیسه؟ نه این حال پورا کن، حالا دور وقت دادم یادم نمونده، چند دادی؟ نه تو به من ندادی، برو شاید تبیر سند بیار، این اینطور میشه. از الله بترسد، ربش ولا تکتم الشهاده، پنهان نکنین شهادت را، وقتی که به شهادت خواسته میشین که بین شایدی بته، کتمانش گناه کبیره است، سه گناه کلان است. و من یکتمها فإنه آثم قلبه، هر کسی پنهان کرد شایدی را، قلب از این گناهگاره، محل گناه چی است؟ قلبه،
قلب سلطان عزاسی که گناه کرد کل عزا گناهگاره. والله بما تعملون علیم، الله با اعمالی که انجام میتین عالم است، چیزی از الله پنهان نمیشه. پس شما در شاهدیتان شاهدی بتین، وقت شهادت شاهدی بتین. در قریه های ما مردم میفهمن این میجه دعوای زمین میشه که اینی عزیز ایچ شاهدی نمیتون. یک کسی بناق دعوا میکنه این زمین از ماست، دیگری سفیده است یا سر ازی عریضه میکنه. یادم میگه که بین که شما شاهدی بتین این زمین از کس است، کس شاهدی نمیتون. یک کس زمینش را بزور گرفته یه دعوا میکنه، شاهدار را میبه شاهدی بتین نمیتون. این گناه کبیره است. اما دوست ما یک سلام علیکی داریم، میگم سلام علیکی ما خراب نشه. تو که پارس تو ظلم است در این قریه و در این حالات. ملای از این قریه که هست اکثرش کم کم خوب آمد، دو فکرش در اسقاط است، در مرده است، در ختم است. این همین گپا را ببین چی حالت است. میبینه یک جای قریه جنگ است، یک جای ظلم است، یک جای آدم کشی است، یک جای حقوق مختلف ضایع میشه. این همین در قصهش نیستن. یعنی معالم باید من حیث یک دکتر بسیار قوی امراض قریه را تشخیص کنه و تداوی در جمعه ببینن که در اینجا کدام خرابی است. نه بسیار جدی حق بیان کنه. نیستم در قریه های ما و منطقه های ما هیچ تو ظلم است که آدم کشی است. یعنی جایی گفتن سر یک دو تا بچه های کاکا بوده، زمین هایشان هم جدا و یک سیر شفتله از زمین گرفته گریخته اینا پشتش بده بوده و شفتل خواه یک 50 روپای یا 20 روپای میده یک سیرش یا 50 روپای. جنگ و جنجال جنگ و جنجال. امین طفل یک شفتل گرفته 14 ساله یا 13 از اون بالا چرایی را میگیره، کاکا را گرم یک برمی میزن کت چرایی جا با جای میشه سر شفتل. ریش سفیده هم ایواز یک سلحه کنن و هم در جنگ داخل شده بوده. خب دیگهش چی میکنه؟ دیگهش ما دوباره قرض خواندیم که اگر کسی مهلت بده خب هر روز به اندازه همی قرضش ثواب صدقه و اگر بخشیدش دستای عرش الله می باشه. همی تا آدم ها 25,000 برادرش قرضدار بوده از یادم. برادر دیگه گفتم پیسه ما بده، گفته نداره من جنجال شب 12 به شب بیدارش میکنه بخیم پیسه رو میتی یعنی. گفته چی میگی؟ گرم دو مرمی زدیشه که تو کچرهی تو چرا پیسه من ندادی؟ این ملا مولوی مردگی است. جب ملا باشه کسی امکار میکنه؟ چه قسم عالم است؟ چون بکنی؟ یا یک 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 نظامی که اسلام در اونجا بیان شد او چی تو این کار میکنه؟ قتل بفهمه که جزای از چی است؟ لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. از باید شما فهمیدین که هر دینی که هست نشتا کنید خوب است، خاص است برای الله است. آنچه که در آسمان ها و در زمین است اگر آشکارا میکنین، آنچه که در نفستان است یا پنهان میکنین الله حساب میکنه با عملایتان. فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، می بخشد کسی را که بخواهد، عذاب می دهد کسی را که بخواهد. والله علی کل شیء قدیر، الله بر هر چیز قدرت دارد. الله اینجا سوره را ختم میکنه با این آیت ها. در آیت قبلی بسیار مکلفیت ها بیان شد، احکام صلات، زکات، قصاص، صوم، حج، جهاد، طلاق، عدت، احکام ربا، بیع و دین، همه آل الله در آخر بیان میکند که چرا الله این کارا را کرد. این احکام به خاطر میگه من فرمان رواستم، الله فرمان رواست، هر حکمی که بخواد صادر میکنه هر حکمی. ولی تمام احکام قوانین به خیر انسان هاست، زیرا حکیم است. زیرا جانب حکیم ذات یک حکم که میاد خالی از حکمت خالی از فایده نیست. دیگه اختیار دارم، الله میگه من خالق شما و آسمان هستم. لله ما فی السماوات، خاص در اختیار الله است، یعنی مالک است. آنچه که در آسمان هاست و الارض و آنچه که در زمین است، آنچه که در آسمان هاست و آنچه که در زمین است کلش در اختیار الله است. و این تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یا حاسبکم به الله، اگر آشکارا کنین آن چیزی را که در قلبتان است
دقل او تخفوه یا پنهانش کنین یحاسب کم الله حساب میکند، آشکارا کنین یا پنهان کنین حساب میکند. فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، میبخشد الله کسی را که بخواد، عذاب میده کسی را که بخواد، والله على كل شيء قدير، الله به هر چیز قدرت داره. این آیت که نازل شد سر صحابه سخت تمام شد، آشکارا خواه عمل است، پنهان سخت است. بعضی اعمال گفت در قلب ما پیدا میشه، اگر گناه تیر میشه ای چطور میشه غیر اختیاری. باز الله یه آیت دیگر نازل کرد که لا یکلف الله نفسا الا وسعا، هیچ نفس الله مکلف نمیکنه مگر به اندازه توانش. اگر در قلبت چیزای گناه آمد تا که عمل نکنی گناهگار نمیشه، ولی تصورش نکو. نیکم تو قصدی تصور گناه را میکنه، نه همیشه میشینه همیتو تصورات میکنه، خوب نیست تصور کرده، کار بد است. اما اگر در قلبت میای غیر اختیاری، ایر الله محاسبه نمیکند. هر کس به اندازه توانش مکلف است که کدام عمل انجام میده.